گامهای های پایانی خروج آمریکا سی هزار سربازش را تا اوایل سال 2014 میلادی از افغانستان بیرون می کند year 34 will will year will مأمور پیشین سازمان FBI جان برنان نامزد ریاست سیا مسلمان است با درود و سلام به فراخبر و خبر خوش آمدید من یم هستم بارک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد سی و چهار هزار سرباز آمریکایی را تا اوایل سال 2014 میلادی از افغانستان بیرون میکشد با خروج سی و چهار هزار سرباز آمریکایی از افغانستان نیمی از 66 هزار سرباز آمریکایی حاضر در افغانستان این کشور را ترک می و آمریکا یک قدم دیگر به پایان ماموریت اش نزدیکتر می شود. بارک اوباما در سخنرانی سالانه اش گفت در جریان یک سال ۳۴ هزار سرباز از افغانستان بیرون می شود و جنگ این کشور در افغانستان پایان خواهد یافت. امشب من اعلام میکنم که در جریان یک سال 34,000 سرباز امریکایی از افغانستان بیرون خواهند شد این کاهش ادامه خواهد داشت و تا پایان سال آینده میلادی جنگ ما در افغانستان پایان خواهد یافت آقای اوباما نامه امنیتی واشنگتن با کابل را برای دو هدف خواند آموزش و تجهیز نیروهای افغان و ادامه ماموریت بر ضد اعضای القاعده و بستگانشان واشنگتن در حال گفتگو با کابل درباره توافق نامه امنیتی است که توجه آن بر دو است آموزش و تجهیز نیروهای افغان تا این کشور ارگز درگیر ارج و مرج نشود و ادامه تلاش ضد اراس است زیرا این کار اجازه خواهد داد تا اعضای باقی مانده القاعده و وابستگانشان تعقیب شوند دولت افغانستان از بیرون شدن نیروهای آمریکایی استقبال نموده اما طالبان اعلام خروج 34000 سرباز را ناکافی خوانده خواستار خروج همه نظامیان خارجی از افغانستان شدند در حال اوباما خروج 34 هزار سرباز را اعلام می کند که جنرال جوزف دانفورد به تازگی به سمت فرماندهی نیروهای ناتو رسیده و معلوم نیست همزمانی تغییر فرماندهی ناتو و اعلام خروج این نیروها چه تأثیری بر وضعیت خواهد گذاشت سرور جوادی عضو پیشین مجلس نمایندگان و یونس فکور ما را در این بحث همراهی میکنن مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید آقای جوادی همزمانی تغییر فرماندهی ناتو و اعلام خروج 34 هزار سرباز از افغانستان اینها میتونه چه تغییر در وضعیت ایجاد بکنه بسم الله الرحمن الرحیم سلام خسته نباشید سلام شما مشروع. و تان همچنین جناب آقای فکور من فکر میکنم تغییر فرماندهی بر حال چند بار صورت گرفته و تغییر فرماندهی میتونه خاص تاکتیک نظامی باشه تا بیشتر جنبه های سیاسی داشته باشه خب آقای دانفورد هم کسی است که فرماندی عملیات قوای آمریکایی در عراق بود و کسی بود که بسیار به سرعت توانست عراق را و مخصوصا اون نقطه مورد هدف قوای آمریکایی را که فرودگاه بین المللی بغداد داد بشه تسخیر کرد و در واقع قوای هوایی عراق را بسیار زود از پا در انداخت و موفقیت عملیات را داشت و کسی است که در این حال تجربه انتقال مسئولیت و رحم داره یعنی بخش از نیروهای آمریکا در تحت فرماندهی دانفورد از عراق خارج شد گرچه بعدا آقای پیترایوس مسئولیت را به گرفت و در واقع اون ماموریت را خاتمه داد بنابراین فکر میکنم که انتقال آقای دانفورد در اینجا همزمان با انتقال نیروهای ایالات متحده آمریکا بیشتر به این هدف باشه که چگونه مسئولیت ها به شکل موفقیت آمیز و بدون خطرات جدی انتقال پیدا بکنه از قوای ایالات متحده آمریکا به افغان ها و چگونه اینا به سلامت و بدون خطرات جدی تنه انتقال پیدا بکنه سوال تجربه اساسی است که در عملیات داشت و هم در س... انتقال مسئله سوال اساسی هم همین است که در وضعیت کنونی افغانستان آیا آقای دانفورد خواهد توانست که این به این مهم دست پیدا بکنه خب این فکر میکنم بستگی به شخص نباید داشته باشه بستگی به با عزم و اراده و پلان ها و برنامه های هست که در مجموع ایالات متحده آمریکا و ناتو بر سر انتقال مسئولیت از دو سال به این طرف عملا قدم به قدم گام بر و دولت افغانستان که یک طرفی دیگه قضیه هست در مجموع به ایالات متحده آمریکا تغییراتی را در استراتژی کلانشان از چند سال است البته به خصوص با با روی کار آمدن آقای اوباما هم در دور اول که بحث عراق را پا پایان داد و نسبت به افغانستان هم در دوره اول آقای اوباما تصمیم گرفته شد که انتقال مسئولیت ها صورت بگیره و فعلا هم که آقای اوباما دوباره موفق شده و در سخنرانی سالانش در واقع در دیدگاه آینده یا سیاست آینده آمریکا را مطرح ساخت به چند چیز برمیگرده یکی آقای اوباما یک روی برای سیاست های ایالات متحده آمریکا به مسائل داخلی داره مسائل بین المللی به عنوان مسائل جنبی و پس از اولویت های داخلی مطرح است. چون که در سخنرانی هم بیشتر به مسائل داخلی آمریکا پرداخت دوم تغییر حوزه ترقیب القاعده هم یک بحث جدید هست یعنی اگر زمان افغانستان پناهگاه القاعده بود و همین موضوع باعث شد که ایالات متحده آمریکا در اینجا پاش باز شود امروز شما در صحبت های آقای اوباما هم دیدید و در تعاملاتی که در مجموع در خاورمیانه است دیده میشه آقای اوباما به صراحت گفت که القاعده برای سازماندهی خود در شبه جزیره عربستان و بخشی از کشورهای آفریقایی روی آورده که البته تعقیب از اونا ضررت به لشکرکشی نداره اما باید مورد توجه قرار بگیره به این معناست که القاعده در این منطقه تا حدود باید آسیب دیده باشه که برای خود جاهای دیگه را دنبال میکنه این همه میتونه تا حدود در سیاست های آمریکا در قبال مسائل افغانستان تغییر بیاره و موضوع سیوم که بسیار عمده است از نظر اقتصادی برای آمریکا و هم از نظر موفقیت و عدم موفقیت در دراز مدت جنگ غیر مستقیم هست یعنی ایالات متحده آمریکا و و در مجموع جامعه جهانی فکر میکنه که افغان ها را به مرحله یاری کرده و بعد, بعد از هم یاری باید بکنه که خودشان مسئولیت جنگ را به عهده بگیره و نیروهای آمریکایی در اینجا به عنوان نیروی پشتیبان مطرح باشه نه با م... کیج... امی... امی برنامه و سیاستی در واقع انتقال مسئولیت هم عین است که با این همه ما میخوایم بگم که آمریکایی ها افغانستان را ترک نمیکنه ولی ممکنه صحنه سنگربندی و جنگ روی در رو را ترک بکنه و بودن آمریکایی ها ولو محدود در اینجا بدون سمر هم نیست که ما نباید از یاد ببریم که 17 تا آمریکایی توانست حکومت طالبان سقوط بده تا هنوز هیچ لشکری نه آمده بود جز سی معمور ای و از خلیج فارس شروع تا بخیانوس هین توانست که افغانستان و پایگاه های طالبان بکوبه و سقوط بده پس از او هم ولو نیروهای محدود اگر اراده سیاسی در برای همکاری وجود داشته باشه به نیست که این چیزی است که حداقل در صحبت آقای اوباما تاکید شد که افغانستان پس از او هم مورد حمایت خاط بود آقای فکور خروج 34000 سرباز تا اوایل سال 2004 دی میلادی فکر میکنید خوراک داخلی داره برای ایالات متحده آمریکا یا واقعا آنچنان که آقای اوباما میگه جنگ در افغانستان جنگ آمریکا در افغانستان پایان خواهد یافت ما فکر میکنم که دقیق از زیاتر زمانش که انتخاب شده بود برای ازی بود که برای مصرف داخلی در آغاز دور دوم ریاست جمهوری اوباما ای خواست که از یک جهت به وعده های انتخاباتی خود جواب بده از جهت دوم ای سخت از طرف حزب مقابلش که جمهوری خواه باشه زیر فشار است به خاطر بودجه ملی امریکا که هنوز تصویب نشده او ای در تلاش عزیز کې مالیا را سره پولدارای بزرگ اضافه کنه او حزب مقابلش علاقه مندی نه داره در سورتي کې بعد از جنجالا ما افغانها او دنیا منتظر یې بود چې او به ما اعلان کنه چې څوقدر اسکرش بعد از 2014 د افغانستان میمونه اما ای انتخاب کړه چې څوقدر اسکرش میبراي ی به خاطر ازی است که او جوار بفهمانه به خاطر ازی که شاید جمهوری خواه علاقش ای است که بسنجش سنجش باید ای از افغانستان پای خدا است است سبک بکنه و او قدر علاقه مندی زیاد ندارن که زود براین حالا فکر باید این به موازات آنچه در وضعیت جاری در افغانستان مگذره باید باشه آنچه که اینها از افغانستان این نیروها را بیرون بکشند ما فکر میکنم که این اعلانش برای مصرف افغانان نبود مخاطبش هم افغان نیست مخاطبش خود امریکایی هست و عزب مخالفش هست بخاطر از که یکی وار زیر فشار بیاره دوم جنجال در تصویب بودیجه نکنه و دیاد مالیه را اجازه بده و دوم مصارف بالای خود کم کنه که گفتمش دغه غوښنه 18000 منفی خواته گزارسته دي نه, نه، ما شما. فکر میکنم کی یک موازنه یک پلان یک ستراتیژی راه متراکات کې ما یې نه مبرایم و 3436000 دیګي کې مې مون نه و تبايز واضح است کی شاهدي وو از جمله سربازا تعداد باشه یا کم او زیاد کی بعد از 2014 ور می میگذره در افغانستان باې خاطر ما فکر میکنم کی زیاتر امی اماس که از طرف دولت افغانستان و دنیا و منطقه اوقدر استقبال بسیار آرام صورت گرفت نه کس اوقدر خوش شو دولت افغانستان بسیار استقبال آرام بلد. بلد. اما... استقبال کرد اما ای رئیس استقبال کرد ور خاطه نشد در صورتی که با وجودی که نطاق وزارت دفاع تصدیق ککه ما از لحاظ وسایل جنگی و غپا ای نیستیم زهیفاستیم اما بعضم ای کار خوب است ما فکر میکنیم که یا میفهمم که او اما یې زیاتره وخت شکه انتخاب کړی وایي کې نه غواشت وایي کې اعلان کړ ک چې ما با د 2014 محتواي عملیات خود مناسبات خود د افغانستان تغیر مېتیم وایي کې از جنگ مې برایم و دوم یې کې باز ما تربیه мекуنیم و دوم تعقیب мекуنیم القائده او تروریسم و, و د تربیه ش یو چیزی کې بسیار به ما مهم بود وایي کې ما افغانانو هم نوځم به خاطرې امی که اسکلټه متامیري نظام ما بر هم زده نشوي باید تم چوبایي کې به خاطر نگاه داشتي کانكريټ دیده تر یک زمانه باشه امی که شورش تاسوت شورش نظام افغانستان به ثبات نشه یګ امیدواری به ما است که یا متوجی یم است که افغانستان نه تنه از طرف استخبارات او عسکره غیر ملسبه استخبارات منطقه باز تعدید میشه بلک تعدید درونی موجود داره که یک اختشاش درونی ا مکه سیاسیون درونی نظام نتا نه اعتماد خود افس کنه به خاطر من فکر میکنوم که جهات دو میهه توایش متوجی ازی اماس که اسکرو نظام افغانستان تقویہ شوه تا بتانه جلو شورش و بی‌ثباتی نظام بگیره و دون تعقیب القائده است که اون یا شاید اخبار تر میگه که القائده کم کم گلم خود خانه خود از وزیرستان شمالی جم کنه و با افریقا طرف افریقا او مالی او عربستان سعودی حرکت کدان او امریکایانو مې فهمه کېږي چې ازي ځای کې از دې هم وجود ندار ته انس کې ان کار ایا رفتن از پاکستان القائده نه ی ثلاثه کوم دارم میگن کی در وزیر همچونه کی جده افغانستان شمو میبینین کی بعضی اشخاص از بیم ازی کی نشب ثباتی سرمایه خود انتقال کده خانه های خود میفروشه خانه ارزان شده این حالت در وزیرستان شمالی جایی کی القائده است وجود داره عرب ترکده عرب خانه های خود میفروشه فروختن واځیجه حرکت کدن و کسر پی... چرای تغیرات بے سرنیشین املاوائش تاثیر انداخته او دوم پالیسی پاکستان هم طوری اس کی مسائل مالی را شما میبینید یہ خودش نمائندگی ازی میکنه کہ گروهای اسلامی آل نقاط ضعف را کہ در افریقا یا در عرب مثل استاد که گفت وجود داره او جای انتقال میکنه خود جوادی آیا این سربازایی که آمده بودند به افغانستان فکر میکنین به هدفی که میخواستن رسیدن پس از این همه ها نبرد و سوال اساسی تر این که سرنوشت این که پس از 2014 چه تعداد سرباز خواهد ماند هنوز روشن نشد در سخنان آقای با یک نکته را با شما باید دقت بکنیم که ایالات متحده آمریکا به هیچ وجه برای مبارزه با طالبان که امروز مشکل ما و شما هست وارد جنگ نشدن و اونا هیچ وقت هم نگفتن ما با طالبان می جنگیم بلکه اونا با طالبان یا رژیم طالبان به این دلیل سرنگون ساختن که از القاعده حمایت میکنه یا رهبر القاعده را تسلیم ایالات متحده ای آمریکا نمیکنه یعنی بر مبنای ماده که منشور ملل متحد که دفاع مشروع از امنیت خود از آمریکا وارد عمل شد گفتن ما را تهدید کرده امنیت ما را در 11 سپتامبر یک مسئله و پس از او هم همیشه حرفی بوده که گروه ها اگر از القاعده جدا میشه در صورت ما با اینا جنگی نداریم خب و فعلا هم حرف ای هست که آیا اینا از القاعده جدا میشن مگر در زبان دولت مردای افغانستان بین سالهای نخست جنگ تا به امروز تفاوت بسیار عمده وجود داره اینا در سالهای نخست جنگ هیچ از یاد ما نمیره که آقای کرزه در تمام محافل ملی و بین المللی سخنش بود که دنیا اگر نیرو روان نکنید و با اینا جنگ نکنید ما که برباد رفتیم ولی شما هم برباد میرین زمانی که نیروی دنیا در اینجا افزایش پیدا کرد لن گفتار و سیاست و استراتژی آقای کرزای تغییر کرد و دیگه دیگه شد طالبان برادر برای فعلا سوال اساسی را که ایالات متحده آمریکا متوجه افغانستان میکنه ایست که تعریف شما از طالبان چیست طالبان اگر جز تروریسم بین المللی و القاعده هست مبارزه ما با طالبان دوا... با القاعده و تروریسم دوام داره و حالا با ما تاکید میکنه که مبارزه دوام خواهد داشت و قطع نمیشه و اگر طالبان جزء معضل داخلی شماست و نه جزء تروریسم بین المللی در معضل داخلی شما ما کار نداره قیمت اما شنیدم که در واشنگتن این بس مطرح وقت شده و این کرزه پرسیده که حتی اینا اگر بیای سبا مرا با کابینیم بکشه هم گفته حتی اگر تو رو با کابینیتم بکشه مشکل داخلی شماست اگر تعریف شما از طالبان این است که جز تروریسم فکر میکنین که دولت افغانستان در دیدگاه جامعه بین المللی تغییر داد یا خود آمریکایی ها بودن امریکای که ها... تغییر موضوع دادند. آمریکایی ها از آغاز جنگی با طالبان نداشتند. طالبان به آن دلیل که ولی چرا حکومت اه... مولا عمر را ب... بد... این امارات اسلامی ب... ب... سر نگون آن دلیل به آن دلیل که القاعده و طالبان در اینجا جای داده خب هنوزم که طالبان از القاعده نبریدن حالا چی در این معادله آمریکایی ها چه تفاوتی بس است که این تعریف دیگه ب... ب... در دولت افغانستان نیست که طالبان القاعده است و دولت افغانستان هم امکار درجه یک ایالات متحده آمریکا و طرف تعاملات هست زمانی که دولت افغانستان وجود نداشت و ایالات متحده ای آمریکا بر مبنای ماده 51 منشور ملل متحد تصمیم گرفت از کسی تعریف نمیخواست اما زمانی که دولتی در اینجا با وجود آمد و طرف معاهدات و توافق ها قرار گرفت دیگه تعریف را باید دولت افغانستان ارائه بکنه یک موضوع موضوع دوم مسئله است که شما گفتی سربازایی که اینجا آمده سربازایی که اینجا آمده بود برای جنگ با القاعده و تروریسم و این جنگ رو اونا هنوز ادامه میده تاکتیک جنگ تغییر کرده در افغانستان زمانی که بودن اینا قریه به قریه دی به دی و دره به با دره با باید میجنگیدن، اما برای فعلا لانه های توریسم القاعده را شناسایی کرده توسط تیارات بی پلوت در داخل پاکستان و در هر جایی شما بینید که در یمن هم شروع شده یعنی چندین مورد حملات تیارات بی بدون پیلوت سره پس سری از این موضوع مبارزه با توریسم بین المللی همین سربازان هم چنان وجود داره و استاد هست و مبارزه میکنه اما تاکتیک جنگ به شکل جنگ خانگی تعریفی که دولت افغانستان میکنه که نب برادران ناراضی است این مکلفیت دولت افغانستان است که ناراضی راضی بکنه چیز دیگه را که من میخوام تاکید بکنم همه 34000 سربازی که قرار است تا یک سال آینده خارج شوه ببینید سالانه برای آمریکا 34 میلیارد دلار مصرف تا تحمیل میکنه اگر قوت های افغانستان به حد رسیده باشد که از نظر کمیت بتانه سنگر های خالی را پر بکنه با 34 میلیارد دلار نه که با 4 میلیارد دلار با 5 میلیارد دلار میتونه اینا را خب شکایت در سن نگاه بکنه. ولی این است که این نیروها تجهیز نشدن ام. تا هنوزم که رئیس جمهور بار بار این شکایت را مطرح کرده که آمریکایی ها توجهی برای تجهیز آنچنانی نیرو افغانستان نکردم این یک واقعیت است که نیروهای ما تجهیز نشده اما ایران باید بپذیریم که نیروهای ما هنوز از نظر علمی و تخصصی او به او مرحله نرسیده که او تجهیزاتی را که اینا میخواید مثلا اینا تیارات بدون پیلوت میخواید مثلا اینا تیارات برای حمله و محاربه اول در جنگ های پارتیزانی تیارات جنگی برای حملات هیچ کارایی نداره جزی که آنقدر از نظر مسلکی و تخصصی نقطه شناسایی شود که مثلا کاری را که ناتو انجام میتکه حتی امو کار ناتو با همه دقت ها باز هم اعتراضات را در پی داره که مردم ملکی آسیب میبینه و خسارات وارد میشه بنابراین بعضی از تجهیزات را که اینا ادعا داره در او حد از نظر آموزشی و از نظر تخصصی و مسلکی نرسیده و از طرف دیگه ارتش افغانستان به حد از قابل اعتماد هم نرسیده که مدرنترین یا پیچیدترین تجهیزات نظامی خود ناتو در اختیار از اونا قرار بده دلیلی که مشاورین میمانه دلیلی که مربیان میمانه همین است که اینا را زیر نظر داشته باشه از نظر مسلکی صدشان بالا ببره و از نظر اعتماد هم کنترل کنه که آیا اینا توان استفاده کردن یا صداقت استفاده کردن داره یا نه آقای فکر این سخنان آقای اوباما که پیمان امنیتی واشنگتن با کابل بعد دو هدف است یکی تجهیز نیروهای افغان و دوم اینکه که هدف قرار دادن حالا بقایای القاعده فکر میکنین اینجا که طالبان دور از چشم آمریکایی ها ماندن و در این سخنان اوباما نیست اینکه آمریکا دیگر کاری با طالبان نداره پس از این افغانستان را با طالبان خواهد گذاشت ما فکر میکنم که این موزیگیری خودش یک موزیگیری سیاسی است ویک شما خو مثلا کې استاد اشاره کدن یا پشتي القايده اومدن طالبان اور نگاه میکد طالبان تسلیم نکد بعد از یا مجبور سره سر سنگرای طالب املقه نه طالب خپل نشینی کد بعد از خود سازماندی کد برامد به نام طالب دیگه هر جنگی کې علی نیروای امریکایی او دولت جدید صورت میگرفت به نام طالب القايده په پشت سرش بود چه چه نم پشت سرش بیګه پوه یا دیدن زیاتر غلطی صورت گرفت که یا جنگ کردن به نام طالب بالاخره به نام طالب افغان علی خود قرار دادن ما فکر میکنم و ای افغان گروگان استخبارات پاکستان شد نام طالب شما هیچ خدکشی در حال حاضر نمیتونین ببینین در سخنان رهبران طالبان که میان اینها و القایده جدایی آمد خب گب است اوباما در کد بعد از امی پالیسیش که فشار نظامی جمع عملی سیاسی که یک دفعه از الیاز موزگیری سیاسی این را فکر کنیم که جنگ ما جنگ با طالبان او را خونه میگه که نبود میگه بعد از این نیست یعنی بنان. پس دوباره این در... ای معنایش چیست؟ که طالب امو طالبه که تاته فشار پاکستان است ګروگان استخبارات پاکستان است او خود خلاص کده نمیتونه او از ترس اعظم د بمزاکره سیاسی حاضر نمیشه یا یا نن تا نستان حکومت افغانستان او امریکای اورب بمزاکره کښ کنن به اعلان اټر یک موضعگیری سیاسی یا اټر فکر میکنن کی امید شیز کی او طالب خلاص کنن او طالبو امید به ته کی دیګ مټ که ته تو جنگ نه мекунам агар алоقهمند قدرت سیاسیستی بیا ба دولت افغانستان музокира ку جنگ ما ولی موزی طالبان که برامین اعلام مشخص بود که تمامی نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شون او تبیز اله تو وقتی که یک موزیگیری سیاسی ریلیان میکنی میشینی نتیجهش میبینی ما میبینیم که طالبال نتیجه یی به جز ازی که دولت افغانستان ما سره امریکا یا بي اعتماد شیدیم اعتماد طالبان به د اس نه اورتن یعنی موزيګيري انوس تاثیر رکیه ازي موزيګيري سياسي ميخواست كه ميشه كه طالب ميان را افغانه مسلکه کرزي سميغه طالب استخبارات دنيا طالب استخبارات منطقه طالب طالب. او طالب ماوشما وره اي شاید موزيګيري هم ټول او طالب نتيجه نداده نتيجه شي دکه قرضای سره شبې اعتماد شد مېګه کې جنگ جنگ نه بود ما به اعتماد شدیم چې شما چطور تابل خو شما علي طالب جنگ میکدین تابل خو په نوم الकायदा طالب عليتون جنگ میکد ای بم کې میگذشت آلش کې ته طالب جنگ نه میکنی چی غب شد ببینیم شاید در آینده اگر ای مذاکرات قطر یا همی دفتر قطر یک نتیجه را به بار آورد ادم میتونه بگوئه کی همی موزیگیری امریکایا و اون تاثیر مثبت د غیر از ای, ای موزیگیری به خاطر بود کی قرزه د واشنگتن زیر فشار بیاره وزیر پشاری که تو میپامی طالبایت که برادرایت از بیکی کت جنگ و ما کار خود میکنیم و آقا جوادی کوتا بفرماین که آیا این را برای آمریکایی ها باقی است که بگذارن افغانستان را با طالبا؟ نه خیر نه ببینید وقتی که در لندن توافق میشه بین پاکستان و افغانستان پاکستان به عنوان حامی تروریسم و طالبان و افغانستان به عنوان قربانی ترور و, و, و وحشت طالبان توافق میشه که ما تا ما مشکلات خود حل میکنیم ضرور نیست که دیگه ایالات متحده آمریکا با اونها اعلام جنگ بکنه اما امی که آقای اوباما با ما رئیس ولی از این بعد ها که خیلی داده شده اوکی جوادی ببینید اما رئیس جمهور آمریکا یک, 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 یک رئیس جمهور یک کشور بسیار دارای استراتژی است او گفته نمیتونه که با دولت افغانستان و پاکستان توافق کرده که ما با طالبان صلح میکنیم و ما جنگ خود کردیم این ای ای منطق نداره اما وقتی که میگه ما با تروریسم و القاعده جنگ دوام خواهیم داد اگر طالبان جدا از تروریسم و القاعده است خب ما شما مشکلی نداریم بالاخره سرانجام باید به صلح برسیم و اگر جدا از تروریسم و القاعده نیست این جنگ دوام داره و در پشت جنگ ایالات متحده آمریکا و طبعا هم کاران بین استاد هست و با قاطیت هم استاد است ولی که این چیز در سخنان آقای اوباما نیست چرا تنها آه... القاعده و بستگانش میگه خب القاعده وقتی که ما میگیم تا بستگان القاعده کیست بستگان از, از, زن, از زن, و... زن و فرزند نیست بستگان شما گفتین پیشتر هم در سخنان تان که آمریکایی‌ها ها دیگه با طالبان جنگ نمی کنند. از اول هم نگفتن ما با طالبان می ببینید مثلا روش است دیگه حتی زمانی که زمانی که حکومت طالبان برقرار بود و حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاد دو ماه طول کشید و در تایید دو ماه ایالات متحده آمریکا فقط تحویل دادن بن میخواست و زمانی که نخواست به طی مکتوب به شورای امنیت ابلاغ کرد که ما از ماده 51 منشور ملل متحد استفاده میکنیم و و کرد ببینید و در طول ده 10 سال هیچ وقت نگفت ما با طالبان میجنگیم بحث توریسم بین خب، نگرانی ملللیس. عمده همین هست که افغانستان آنچنان که آقای فکور میگه افغانستان گذاشته شوه با طالبان که این یک مشکل داخلی است و خود شما بفرمایید مشکل را در صورتی که طالبان جدای از القاعده و تروریسم باشه جدای از شبکه های استخباراتی باشه که تروریست تربیت میکنه در اون صورت طالبان میشه موزل داخلی و ممکنه جای در جنگ های داخلی چگونه طالبان کسی دیگه بگیره این چگونه این خط صورت بگیره که حالا طالبان جدا از اینها و یا این خط مربوط به دولت افغانستان است که آیا دولت افغانستان درکش از طالبان چیست ببینید برای ما خط نمیتونه ما برای فعلا یک, یک چیزی به شکلی به صورت شکلی دولت قانونی داریم و زمانی که دولت افغانستان تعریف روشنی را از دشمن خود برای متحدین خود ارائه کردن نتوانه ما نباید از اونها توقع داشته باشیم اما چیزی که من به تاکید میگم نقطه و است و این تغییر را ما شاید نخواهید بود است که جنگ با توریسم ادامه داره و ما باور عینی دارم که طالبان چیزی من های توریسم بین المللی نیست اگر توریسم بین المللی و استخبارات منطقه نباشه طالبان وجود نداره سپاسگزارم. سپاسگزارم یونس فکور تحلیلگر مسائل سیاسی و سرور جوادی عضو پیشین مجلس نمایندگان از حضور شما ممنونم و یک مامور پیشین پلیس فدرال آمریکا اف بی آی مدعی شده که نامزد پست ریاست سازمان سیا هنگام ریاستش بر یکی از پایگاه ها این سازمان در عربستان سعودی در دهه 1990 مسلمان شده است و گزارش روزنامه دیلی میل جان گواندلو مامور سازمان اف بی آی که در سال 2008 بازنشسته بازنشست شده در یک گفتگوی رادیویی گفته است جان برنان که از سوی بارک اوباما به عنوان کاندیدای ریاست سازمان سیا معرفی شده با امراهی مقامات عربستانی به شهرهای مکه و مدینه سفر کرده و مقامات عربستانی وی را به متقاعد به گرویدن به اسلام کردند گواندلو گفته که جان برنان در تور مراسم حج از مکانهای مقدس در عربستان بازدید کرده در حالی که در آن زمان بین سالهای 1996 و 1999 رئیس پایگاه سازمان سیا در شهر ریاض بوده است غیر مسلمان ها از ورود به شهر مکه من شده و اجازه ندارند به شهر مدینه بروند جان برنان 57 ساله پیش است. بیش از 30 دهه را در سازمان های اطلاعاتی کار کرده و برای ریاست سازمان سیا سوی بارک اوباما به تازگی معرفی شده است ممنون از همراهی شما تا حالا خدا نگهدارتان